شماره از فعالین فرهنگی و مدنی ولایت بامیان امروز چهارشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی از ساخت و ساز خودسر و تخریب ساعت تاریخی و باستانی اظهار نگرانی نمودند. آنان حکومت را متهم به بی‌توجهی و غفلت وظیفه‌ای نمودند و میگویند که باید از داشته های تاریخی و فرهنگی ولایت حفاظت گردد. و هر روز ما شاهد تخریب آثار باستانی بامیان در جاهای مختلف هستیم. با وجود اینکه حکومت محلی وظیفه داره بر بنیاد قانون اساسی که از تمامی دارایی های عامه و دارایی های دولت حفاظت و نگهداری نماید، اما بقایای آثار تاریخی بامیان در نقاط مختلف بامیان تخریب میشه. معترضین طی قطعنامه نماده میگویند که اشصای بامیان جزء لیست میراث‌های فرهنگی جهان میباشد و هیچ گروه و شخصی حق تخریب و ساخت و ساز در این ساعات را ندارند. فعالین فرهنگی و مدنی بامیان سید انور رحمتی والی ولایت بامیان را متهم به غفلت وظیفه‌ای و مصلحت اندیشی نمودند. حکومت محلی بامیان در زمینه جلوگیری از غصب زمین‌ها، ملکیت عامه و جلوگیری از تخریب آثار باستانی و تاریخی بی‌توجهی و غفلت می‌نماید و شخصی والی بامیان در این زمینه بی‌توجهی و مصلحت اندیشی دارد. لذا از مقام ولایت بامیان می‌خواهیم که برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی و تخریب آثار باستانی اقدامات فوری و لازم انجام دهد. اما مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان ساخت و ساز را در بعضی از ساعات تاریخی و باستانی این ولایت از سوی مافیا، زورمندان و وکلا تایید میکنند و میگویند که اگر این روند ادامه داشته باشد بامیان از لیست میراث های فرهنگی جهان حذف خواهد شد. ما بارها می هشدار و اخطار دریافت کردیم که اگر ساحات حفاظت نشود ممکن است یونسکو تجدید نظر کنه در ثبت آثار و این بسیار به ضرر مردم بامیان و افغانستان است. اینی ساحاتی که یونسکو ثبت کرده در واقع مربوط به حتی حکومت افغانستان و حتی بالاترین مقام حکومتی افغانستان هم این حق نداره که به کسی بده یا کسی اجازه بده که در اونجا تصرف کنند یا به نحوی از او استفاده های ابزاری اقتصادی صورت بگیره. او متعلق به سازمان ملل متحد و مربوط به بشریت است. اصلا فعالین فرهنگی و مدنی بامیان در پیوند به گفته های زیرالدین جان آقا نماینده مردم بامیان در پارلمان واکنش نشان دادند و میگویند که ایج بامیانی خان حضور گروه طالبان در این ولایت نیستند. آقای ظهیرالدین جان آقا وکیل مردم بامیان در پارلمان نکته ای را فرمودن که من من حیث یک بامیانی احساس میکنم نسبت به بنده توهین صورت گرفته. بامیان جایی هست که جنایات بسیاری از طالبان هنوز که هنوز همی سال گذشته ما شاهد بودیم که 18 نفر از مردم بامیان در خون تپیدند، کشته شدند، ناجوان مردانه به شهادت رسیدند. همین الان شما اگر نگاه کنید پشت سر ما جای خالی جنایت بودا، جنایت طالبان نسبت به بودا همچنان باقی هست و بامیان به هیچ عنوان نمیتانه اساسا پذیرای طالب باشه و نسبت به بازگشت طالب در واقع استقبال داشته باشه و هر گونه زمینه مناسب نسبت به او وجود داشته باشه. اما ظهیرالدین جان آقا هفته گذشته در نشست عمومی ولسی جرگه گفته بود که در بامیان ظلم و بی‌عدالتی جریان دارد و مردم دست به دعا و خواهان آمدن گروه طالبان می باشند. اسحاق اکرمی، تلویزیون بامیان.